در اینجا شماری از بزرگان، جوانان، فعالان و مدنی ولایت میدان وردک گرد هم آمدن از ناکارایی حکومت وحدت ملی در تامین امنیت شهروندان سخت انتقاد میکنند. میگویند مردم دیگر از این رهبران توقعی ندارند. با این حال برخی اعضای پیشین شورای ملی نیز تاکید دارند که مسئولان حکومتی هیچ گونه توجه برای شهروندان نداشته و همواره در صدد تقسیم قدرت بودند. پر طول تنظیمونو، پر طول سیاسی مبارزینو چې نن د افغانستان حکومت په دنیا کې ناکاره حکومت بلل کېږي، دنیاوال وایي، نړیواله ټولنه وایي چې دا ناکاره حکومت ده. موږ له دنه څنګه کولی شو چې دینه جلوګیري وکړو چې خدای نخواسته بیا نور موږ هم بحران ته لاړ نه شو؟ از زدبانهای قدرت طلبی و تقسیم قدرت در میان تان، از وزارت خانه ها تا سفارت خانه ها، غیر از ذلک بپرهیز. در طول دو سال اندی از چا نزنی و کدام نتیجه دست نیافته ای. بیشتر از این جوع کاذبتان و قدرت خواهی و قدرت طلبی اشباع نخواهد شد. در این حال رئیس جبهه نوین افغانستان میگوید حکومت در حالت بسیار وخیمی به سر میبرد و تاکید دارد تا اینکه حکومت مشکلات مردم را حل کند عوام فریبی میکند. زی فکر کنم زمونږ امنیتی قوای خپل خصوص زمونږ عسكر هغه په ډیر شهامت سره جنگ کړی، دفاع کړی او غټه قربانی یې سره ورکړې ده. د اکثریت خلکو حکم داده چې مشکل زمنګ په عسكر او سایه مسات کې نه ده، مشکل زمنګ د جنگ په مدیریت کې ده. د جنگ مدیریت له چا نه کیږي؟ د دولت له سطحه نه کیږي، د رئیس جمهور له نه کیږي، رئیس اجرایه له خوا نه کیږي، د مشاور امنیتي ملي، د وزیر دفاع، وزیر داخله په دغه سطحه باندې د مشکل سته چې یا نه واضح استراتیژي سته ده او نه هم. وای از طالبان می خواهد تا دست از حملات هراس افغانانه ایشان بیرون کرده بر روند صلح یک جا شوند و حکومت هم در این قسمت باید پلان روشنی داشته باشد. جبهه ملی بر طالبان صدا می کند که پلان صلح خود را روشن سازد. طالبان باید از خواهشات غیر معقول بگذرند. جبهه ملی بر طالبان صدا می کند که بجای حملات بهاری، که بجای آمادگی برای حمله بهاری، بهار آینده را موسم فعالیت‌های صلح بسازد. این در حالی است که در این اواخر ناامنی‌ها در کشور باعث شده تا مردم در یک حالت بسیار دشوار به سر ببرند. با این همه برخی ها به این باورند که رهبران حکومت تا هنوز نتوانستند به خواست‌های مردم رسیدگی کنند و هرزگاه بر مشکلات مردم افزوده می‌شود.